سلام بر دوستان عزیز، بینندگان همیشگی و بینندگانی که تازه به این برنامه پیوستن. همینطور که میدونید ما تا به حال 3 برنامه راجع به عفی تهران رفتیم که خیلی زیادش هم بود، ولی خب چون بیننده زیاد داشت عفی تهران رفتیم. یکی با اولین برنامه‌مون رو با خانم دکتر ادیب راد رفتیم و در مورد مسائل روان درمانگریش صحبت کردیم. بعدی را هم با مهدی شیرزاد رفتیم، راجع به فیلم نامه و مسائل هنری صحبت کردیم. یه برنامه دیگه باز با شیرزاد رفتیم بعد از پایان عفی تهران. همینجوری که اون موقع قول گرفته بودیم از خانم ادیب راد که لطف کنن و بعد از پایان هم تشریف بیارن، چون تا پایان یک چیز مشخص نشه ما نمیدونیم. ممکنه یک فیلمی بسیار خوب باشه، یه سریالی بسیار خوب باشه، یه ایرادات کوچولویی داشته باشه ولی یک پایان وحشتناک داشته باشه، یا برعکس خودش خوب نباشه ولی پایان خوبی داشته باشه. به این خاطر بهتره که بعد از پایان هم نظری بندازیم اگر که یک چیز متفاوتی شد. و عفی تهران هم خب یه چیز متفاوتی شد و ما حالا باید صحبت کنیم. این 3 برنامه‌ای که گفتم لینکاشون رو همین موقع که صحبت کردم این بالا میدیدید، توی توضیحات این برنامه هم که برید اونا هست. توصیه میکنم اگر از این برنامه خوشتون اومد اونا رو هم ببینید، اونا رو هم ببینید، بالاخره نکات خوبی داره، به خصوص صحبت‌های خانم دکتر نسترن ادیب راد. پس بریم یک آنونسی ببینیم و یک بولی ببینیم و برگردیم با خانم دکتر ادیب راد. آقای آرمان بیانی، منتقد و مدرس سینما. خوشبخت. اگه قرار باشه یک هدف اسم ببرم این است که تا قبل از 50 سالگی فیلم هم بسازم. چرا عفی تهران؟ دکتر حال شما چطوره؟ خیلی خوش آمدی، مرسی که به قول معروف الوعد وفا و تشریف آوردین به این برنامه خودتون. من دیگه سراپا گوشم تا شما بفرمایید که مسائل مختلف، حالا وسط های صحبتاتون گاهی میام یک نظری میدم ولی طور کلی این برنامه شماست. بسیار عالی، ممنون. درود بر شما، درود بر همه بینندگان عزیزی که با علاقه نشستن و این برنامه ها رو دنبال میکنن. من تصورم اینه که حالا شما پروفشنال هستین تو این زمینه، ولی وقتی که یک فیلمی ارزش نقد کردن داره نقد میشه. دقیقاً. برای این دنده اینه که خب این فیلم، این سریال، سریال با ارزشی بوده که تا این حد نقدهای مثبت و منفی از همه جنبه ها به این سریال صورت گرفته. و باز هم میگم اگر ما انتقاد میکنیم به معنی زیر سوال بردن ارزش هنری این سریال نیست، و اتفاقاً شاید یکی از مهمترین جاذبه های این فیلم که باعث شده نتایج رو برخلاف اون چیزی که ما فکر میکردیم، تأثیری که ما فکر میکردیم بذاره تأثیر گذاشته، شاید جنبه های هنری این فیلم باشه. من قبل از اینی که اصلا بحث نقدمون رو شروع کنیم، دلم میخواد چند تا نکته مثبت رو که توی این فیلم داشت، توی این سریال داشت رو بگم، بعد یواش یواش میریم روی جنبه های دیگه. یکی از نکات بسیار مثبتی که من توی این فیلم دیدم و فکر میکنم دلیل جذب اولیه مخاطب به این فیلم و این سریال بود، این بود که پرداختن به جنبه های روانشناختی و تروماهای دوران کودکی و تأثیر اون در رفتارها و تصمیمات بزرگسالی بود، که خب این برای اولین بار بود به این شکل نمایش داده می شد. و اینی که افراد هر کدوم می تونستن خودشون رو جای یکی از قهرمانان
یا حتی نقش های دوم و سوم و چندم فیلم بذارن و خودشون رو در اونها پیدا بکنن. من باید صدای اینو ببندم. و این یکی از ارزش هاش بود. یکی دیگه از ارزش های این سریال این بود که در این سریال شخصیت ها خاکستری بودن، یعنی همونطور که دفعه قبلا گفتیم همه افراد در سه تا نقش وارد می شدن، نقش قربانی، نقش عذاب دهنده و نقش نجات دهنده. یعنی نمی شد دیگه آقا این دست آدم یا این آدم همه شون آدم های بدی هن، اینا آدم های خوبی هن. یعنی افراد نقششون دائم می چرخید و این یکی از ظرافت های جالب این نمایش بود که سیاه و سفید نبود. نکته دیگه باز جز خوبی های این سریال این بود که شاید جز معدود سریال هایی بود که حالا همه میگن پلیس قهرمان نبود، اون چیزی که سعی میکنن به زور القا بکنن که همیشه پلیس قهرمانه، نه پلیس هم میتونه جز مواردی باشه که قربانی باشه تو یک سیستم. یکی دیگه از جنبه های مثبت این نمایش این بودش که در واقع رابطه الهه و آرمان بود که با وجود اینکه از هم جدا شده بودن ولی از هم متنفر نبودن، حتی برای هم گاهی وقتا دلسوزی میکردن حتی اون زمانی که قرار نبود به هم برگردن، که این باز تو جامعه ما یه مقداری کمه. یعنی ما میبینیم افراد وقتی که از هم جدا میشن اونقدر خشم و نفرت از همدیگه دارن که دائم میخوان همدیگه رو انگار از پا بندازن، که ما این رو در این سریال نمیبینیم خوشبختانه. و این نشون میده که خب پس میتونیم ما جدا بشیم، راهمون جدا باشه، ولی میتونیم دشمن نباشیم. باز یکی دیگه از جنبه‌های مثبت این نمایش به نظر من و تاثیرگذارش این تقدس زدایی از چهره‌هایی مثل مادر، پدر، معلم و حتی پلیس بود. ما توی فرهنگمون دائم این القا رو داریم که احترام پدر و مادر واجبه، احترام بزرگتر، احترام نمیدونم معلم. حالا مسئله بی احترامی نیست، ولی مسئله اینه که هر کاری پدر و مادر میکنن یا هر تصمیمی میگیرن لزوما درست نیست و میتونه بسیار آسیبزا باشه و حتی نتایجش میتونه خطرناک باشه. من فکر میکنم این جنبه ها جنبه های جالبی بود. و همچنین باز یه بحث یه نکته دیگه جالبش اشاره به این بود که اگر قرار فرد رابطهش رو با جامعه، با مردم، با بچهش، با همسرش اصلاح بکنه باید با خودش رابطهش رو درست بکنه. و زمانی آرمان تونست بچهش رو بپذیره که تونست کودک درون خودش رو در آغوش بگیره، نوازشش بکنه و باهاش آشتی بکنه. حالا این چقدر در طول داستان چون باگ هم تو که میگیم اشکال زیاد داشت، ولی خب به هر حال این اون جنبه‌های مثبتی بود که سعی میکرد فیلم نشون بده، ولی اینکه چقدر موفق بود باز این رو باید ما با هم دیگه بررسی بکنیم. من این جنبه‌های مثبتی که به ذهنم رسید گفتم، حالا باز اگر که شما نکته‌ای به ذهنتون میرسه بفرمایید، اگر نه من برم سراغ بقیه بخش. خواهش میکنم. خیلی ممنون، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. البته به خصوص اون جنبه پلیسش، به خاطر اینی که پلیس چون یک نهاد حکومتی محسوب میشه معمولا اینجور نشون دادنش که اینقدر بی اطلاعه. یعنی دو تا چیز بود، یکی اینی که یک خانمی رو اعدام کردن، مریلا زارعی، که به عنوان عفیه تهران که خب نبود در واقع، یعنی درسته یه قتلی انجام داده بود ولی اینا اعدامش کردن به اسم عفیه تهران دیگه. و بعدم پلیس آخرش خیلی چیز گذشت از ماجرا، که اینا حالا جنبه خوبش بود، همون جز نکات خوب بود. ولی در مورد پدر و خانواده و معلمم خوب بود، هرچند من خودم یه ذره مخالف اون برخوردی که با ناظم صورت گرفت بودم، به دلیل اینی که واقعا تو جامعه ما خشونت معلم خیلی زیاده. خود من با اینکه قبل از انقلاب درس میخوندم دوران مدرسه ابتدایی، فلک بود تو مدرسه، یعنی بچه ها رو فلک میکردن. به این خاطر میگم حتی قبل از انقلاب، حالا بعدش که دیگه زیادم شایع شده. میشه معلم ها رو
نقد کرد این شکلی، ولی انتقامگیری بعدش خیلی دلنشین نبود، یعنی من خیلی لذت نبود. خب عفیه تهران اصولا انتقامجو بود. بله این نکته درست میفرمایید شما. شاید میخواست انتقامی بود که از معلم گرفت، باید بریم خوشحال باشیم که معلمه رو چیز خورش نکرد، حقش نداد بدبخت. بله خب بفرمایید. بله خب ببینید، باز من یه نکته رو بگم، اینی که خب چرا اینقدر مردم استقبال کردن از این نمایش از اولش و بعد از آخرش. خب استقبال اولش که ما جلسه قبل هم صحبت کردیم، گفتیم ما یه جامعه تراما زده ایم، هم به صورت فردی هم به صورت اجتماعی، یعنی ما تراما در ناخودآگاه جمعی و ناخودآگاه فردیمون حضور بسیار پررنگی داره و مردم وقتی که این نمایش رو میدیدن احساس میکردن که خب این پارتی از وجود منه که اینقدر آزار دیده و آسیب دیده و یک افعی تهرانی پیدا شده و داره از این آزارگرها انتقام میگیره. این خب از این جهت خب مردم دوست داشتن و بعدم این فضای روانشناسی که الان تو جامعه حاکمه و همه دوست دارن همو تحلیل بکنند و خب یک روانشناس خوشگل خوشتیپ خوشچهره خوشبازی میاد نقش روانشناس و ناجی اون فرد رو به عهده میگیره، خب اینا همه جذابیت ها بود. یا مثلا خود معادی که به هر عنوان یک انسان معمولی اومد رفت ولی بعد اینجوری عذاب در اومد. و بعد اینی که حالا چرا اینقدر آدمای آقای عزیزی، من چند وقت پیش من خیلی این مدت نقدا رو خوندم و شنیدم، دیدم بسیاری از آدمهای هنرمند و آدمهای الیت و روشنفکر از نتیجه این داستان خوشحال و راضی بوده و همطور که براتون وایس گذاشتم گفتم این بسیار ترسناکه از نظر من که چرا یک جامعه باید از چنین نتیجه اینقدر استقبال بکنه و نه مردم، تنها مردم عادی. حتی امروز با یه نفر صحبت میکردم میگفت اینفلوئنسرها، مردم عادی، هنرمندا همه گفتن واو چه خوب شد، چه خوب کاری کرد. ببینید از نظر من این ترسناکه. چرا؟ ببینید آقای آرمان نمونه یک فرد سایکوپت یا در واقع یه فرد ضد اجتماعی و روان، در واقع چی میگن سایکوپت رو نمیدونم به فارسی واقعا چی میشه ترجمه کرد، که تمام اون ویژگی ها رو داشت. حالا ویژگی هاش چیه؟ یه رفتارهای غیر مسئولانه، فردی که دروغ میگه، حقوق دیگران رو نقض میکنه، چنان که ما در طول فیلم میدیدیم که چجور حقوق دیگران رو نقض میکرد، تشخیص درست و غلط رو کامل نمیده، شما بینید خیلی جاها اشتباه میکرد در تشخیص درست و غلط و بزرگترین اشتباهش در تشخیص درست و غلط، تشخیص غلط در مورد نقش مادرش یا نقش پدرش در اون تراماهایی بود که اتفاق افتاده بود که بعدها یعنی یه جوری اصلاحش کرد و مادر مقصر اصلی شد، آزار دیگران بدون کوچکترین احساسی، رنج دیگران، دزدی، دروغگویی بدون کوچکترین احساس پشیمانی، کشتن دیگران در کمال خونسردی و دیگه خودخواهی، خشم و عصبانیت پنهان و آشکار، عدم رعایت قوانین، که ما اینو همه رو در آقای آرمان میدیدیم. خب شما ببینید یک سایکوپت میاد قهرمان یک جامعه میشه و جامعه این رو به عنوان منجی بهش نگاه میکنه. خب چرا این اتفاق میفته؟ من میتونم اینو بگم که جامعه ما تا بلوغ راه خیلی طولانی رو در پیش داره. جامعه با منتظر یک ابرقهرمانه که بیاد انتقام همه بدبختیاشو بگیره، اونم با یک چشم به هم زدن، اونم با بدترین شکل. یک چنین جامعه‌ای که این فضا برش حاکمه، من معتقدم مستعد دیکتاتوریه. دیکتاتور کیه؟ دیکتاتور کسیه که بنا به تشخیص خودش اون چیزی رو که فکر میکنه درسته رو اجرا میکنه، قضاوت میکنه، مجازات میکنه، میکشه. من سوالم اینه از کسایی که از این پایان خوششون اومد و گفتن دلمون خنک شد یا چه کار خوبی کرد، آیا شما سعید حنایی رو تایید میکنین؟ آیا قتل‌های محفلی رو تایید میکنین؟ آیا خفاش شب رو تایید میکنین؟ خب اونا هم بر اساس یک تشخیصی که خودشون به این نتیجه رسیده بودن دست این قتل‌ها زدن. وقتی یک چنین فرهنگی در یک جامعه باشه، یعنی هر کسی میتونه
با میزان شخص خودش، با ملاک قرار دادن قضاوت شخصی خودش از دیگران انتقام بگیره. این انتقام میتونه در حد قتل، دزدی، کلاهبرداری، جیببری، هر جوری که شما بگین. وقتی قرار ملاک یک شخص باشه، میتونه خودش رو، عدالت رو خودش تعریف بکنه و عدالت رو خودش اجرا بکنه. تو صحبتاتون من برای تأیید حرف شما یه مثال دیگه میزنم. ببینید سال 1348 یک فیلمی ساخته شد به نام قیصر، ساخته مسعود کیمیایی، که دقیقاً اونم همین بود. به جای اینی که حالا خواهرش خودکشی کرده، به جای اینکه برن به پلیس مراجعه کنن، خودشون با چاقو کشی و اینا، چند تا چیز زیر سوال میبره. یکی نهاد آموزشی، به خاطر اینی که این میره خونه جلال به اصطلاح با خواهرش درس بخونه و این نهاد آموزشی از این جهت که تازه داشت شکل میگرفت، سال 48 داریم صحبت میکنیم، یعنی خیلی سال پیش، مثلا همون موقعیه که من مدرسه میرفتم دیگه، ببینید چقدر قدیمی. بعد خب پلیس هم نفع میکنه، در حالی که پلیس و انتقام شخصی رو باب میکنه. و جالبه که پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران شد تا قبل از این مدت، یعنی پربیننده ترین. ببینید با تعداد سینماهایی که اون موقع بود 6 میلیون بازدید کننده داشتیم و تعداد جمعیت اون موقع، حالا بعضی مثلا 20 بار رفته بودن ببیننش، شگفت انگیز بود این همه حمایت. بعد برخی از روشنفکرها هم اینو تاییدش کردن و وصلش کردن به جنگ‌های چریکی، مثلا این جنگ‌های چریکی رفت داشته. فرق ترور داره این. ما همین دیگه میخوام بگم که اون که تروریست، یعنی حالا بعد منظورم از این بود که خب از دل یه چنین فرهنگی معلومه که جمهوری اسلامی در میاد، یه دیکتاتوری در میاد، دیکتاتوری که امام بیان و بکشن و اصلاح کنن. ببینین آقای عزیزی، شما خودتون اینجا هستین دیگه، یک قاضی به تنهایی برای یک مجرم تصمیم نمیگیره، قبول میدونیم که یک هیئت جوری هست، هیئت جوری از 20 نفر 30 نفر نمیدونم یه تعدادی تشکیل شدن که قاضی حتی به خودش بعد از کلی شواهد، وکیل، نمیدونم بررسی تمام شواهد، یه هیئت جوری هم هست، اون هیئت جوری هم باید نظر بده تا بتونن تصمیم بگیرن که چه حکمی رو اجرا کنن. با این وجود بازم ممکنه اشتباه بکنن. خب با این وجود حکم اعدام ندارن، برای اینکه ممکنه اشتباه کنن حکم اعدام ندارن. میتونه تشخیص واقعا، نمیخوام بگم همه بچه ها نمیتونه، ببینید یه بچه رو شما در نظر بگیرید، من مراجعین هم دیگه میبینم دیگه. میگه مثلا شب بچه من گفته I hate you، مثلا I wish you die، مثلا من اصلا بدم میاد، متنفرم، دلم میخواد بمیری. بعد میگم که خب چی شده که اینجوری شده؟ میگه شب میخواسته با یه آب نبات چوبی بخوابه، من آب نبات چوبی رو بهش ندادم و چون آب نبات چوبی رو بهش ندادم این فکر میکنه من شمرم. حالا مثلا فلان عضو خانواده، پدرش، شب یواشکی میاد آب نبات چوبی رو میذاره دهنش، تا صبح این میخوره، تمام دندوناش خراب شده، بابا فرشته است، من دیوم. خب خیلی از این میخوام بگم که ببینید اتفاقاتی که برای میفته برای بچه‌ها و خاطرات بچه‌ها لزوما اتفاقات واقعی نیست، بخشش واقعیه، بخشش استنباط بچه از اون بقایه. بچه‌ای که مثلا آن سرما خورده، بستنی مثلا برای سینش بده، اگه مادر بهش نده فکر میکنه مادر ظلم بهش کرده. حالا نمیخوام اینا توجیه بکنم، اصلا نمیخوام تراما، آزار و اذیت رو اصلا نمیخوام توجیه بکنم، ولی بحث اینه که آقای آرمان قبل از اینه که معلوم بشه مادرش مقصر بوده، خب اگر میخواست بر اساس این قضاوت بره جلو باید بابا رو میرفت میکش، مثلا باید بابا رو به قتل میرسون. پس بر اساس قضاوتش که بر اثر زمان تغییر کرد، پس قضاوتش هم تغییر کرد، پس مخاطبش هم تغییر کرد. ضمن این که
چنون ظلمی که به این بچه شده بود نتیجهش قتل نیست، نتیجهش در واقع عدالت اصلا نیست. یعنی اگر که یه بچه ای رو مثلا گذاشتن توی نمیدونم زیر زمین، یا فرضی که مادر گذاشت رفت قهر کرد خیانت کرد، هیچ تناسبی بین جرم و اون تنبیه و حکمی که براش صادر شده بود نبود. چطور روشنفکرای ما میگن این اتفاق خوب بود که افتاد؟ چطوری اینو جاستیفای میکنن؟ چطوری اینو عدالت میدونن؟ خب ببینید، من یادم آقای عزیزی، حالا باز تاکید صحبت شما، من یادم ما بچه بودیم برای ما داستان منجی عالم بشریت رو میگفتن. میگفتن وقتی که میاد اینقدر آدم میکشه که تا زانوی اسبش خون میگیره، وقتی حرکت میکنه تا زانوی اسبش خون، وقت ذوق میکردن و میگفتن یعنی قرار عدالت اینجوری اجرا بشه. و من یادم با وجود که سن کمی داشتم همیشه با خودم میگفتم که چطور ممکنه عدالت با این همه قتل و خشونت اجرا بشه. خب یک چنین فرهنگی حالا یا چکمه به پا یا اسب سوار فکر میکنه عدالت اینه که یه رابین هود خشن باید بیاد آدم بدا رو بکشه، بعد همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم، اله و آرمان به آرزوهاشون رسیدن، زندگی خیلی خوب شد، اینا رفتن با خوبی و خوشی سیندرلا وار تا آخر عمر زندگی کرد. ببینید این یک ذهن کودکواره، ذهن کودک. یعنی جامعه ما به لحاظ با وجود این همه دانش، این همه مطالعه، صدمه‌ای که خورده، ولی ریاکشنی که نسبت به این فیلم و نتیجه این فیلم نشون میده هنوز تا بلوغ خیلی راه داره. ما میخوایم برای رسیدن به عدالت و خوشبختی راهای میانبر رو بریم. راهای میانبر به قول شما ظهور خمینیه، ظهور یه دیکتاتوری دیگه است که یه شبه بیاد بکشه و بریزه و بزنه و نابود بکنه، فردا بهشت و در واقع جامعه بی طبقه نمیدونم فلان و مدینه فاضله. نمیخوایم رنج درمان رو طی بکنیم. ببینید شما تو رابطه الهه و آرمان رو هم میبینیم دو جلسه ملاقات کردن بعدن رفتن خوب و خوش با هم زندگی کردن. بابا ما هیچ جای جلسات درمانی نداریم که زن و شوهری که به نقطه طلاق رسیدن، سالها جدا بودن از هم دیگه، بعد از دو سه جلسه کوتاه اینا فوری به هم رسیدن و تموم شد، خوب و خوش رفتن زندگی کردن. و بعد اصلا ندیدیم که پروسه این چیز چی بود. چون حتی در مورد تغییر، حالا اینا بعد آخرش با صحبت میکنم، این تغییر نگرش آرمان از بد شدن مادرش تا خوب شدن پدرش، هیچ نقشی خانم درمانگر نداشت در این واسطه. اصلا اینا رو ادرس نمیکرد، اصلا اینا رو اصلا نمیخواست باز کنه. فقط جلسه به تنازی و اشتگری و گوشه چشم نازو کردن و جامپ کردن از این نقطه به اون نقطه، اون نقش درمانگر رو حالا جدا بازم بهش میرسیم. ولی واقعا شما ببینید یک جنایتکار سریال کیلر میشه قهرمان، ابر قهرمان برای جامعه ما. این زنگ خطره به نظر من. بله دقیقا. کسی که خودش تصمیم میگیره، خودش مجازات میکنه، خودش قضاوت میکنه و خودش مجازاتش رو اجرا میکنه و بعدم قصر در میره، همه چیزم بعد آرومه. و چیزی که جالبه، یه آدم به این حد سمی میتونه اینقدر آرام با خودش، با بچهش خوب باشه، با زنش خوب باشه، اینا با هم نمیخونه، میدونی؟ ولی ما دلمون میخواد بخونه. من احساس میکنم که جامعه ما آرزوهای خودش رو منعکس میکنه، در واقع پروجکت کرد روی این فیلم که قراره یک چنین گذشته تیره و تاری با یک چنین وضعیت خشونتبار و خشن و خونباری عبور بکنه و بعد یهو همه چی گلستان میشه. این آرزوهای جامعه ماست و به نظر من یه فیلم هم بیانگر دردهای جامعه است، هم واکنش مردم نسبت به اون فیلم به خصوص روشنفکرها، نشون دهنده اینه که جامعه در کجا قرار داره، نقطه ای که جامعه الان درش قرار داره. و جالبه بهتون بگم آقای عزیزی عزیز، فکر نکنید دیکتاتورا این واکنش ها رو نمیبینن، اونا میبینن و بر اساس این روانشناسی جامعه برنامه ریزی میکنن، براش برنامه ریزی میکنن. بنابراین
این آقایی که الان کاندیداست که من یادمه 10 سال 12 سال پیش که کاندیدا شده بود چکمه میپوشید و ژستای دیکتاتورا رو میگرفت و میگفت که من اومدم ایران رو نجات بدم، اونم احساس کرده بود که جامعه یک دیکتاتور میخواد. من یادمه قبل از اومدن احمدی نژاد مردم میگفتن جامعه ما یه رضا شاه میخواد که بیاد بکوبه بکشه بذاره برداره همه چیزو درست کنه. خود همین قالیباف گفته بود که من رضا شاه مسلمانم. اینا میخوام بگم دیگه چرا باید جامعه اینا روانشناسی جامعه رو میدونن، انعکاس ها رو میدونن. ما اگه میخوایم دموکراسی برقرار بشه خب باید اینو ببینیم در سطح، یعنی ظرفیت جامعه، بلوغ جامعه باید به یک سطحی از بلوغ برسه که نشون بده که یک سایکوپت قاتل زنجیره‌ای که قصر در میره ما رو نباید خوشحال بکنه. میدونی؟ کاملا موافقم باشم. چرا باید خوشحال بکنه ما رو؟ اونم در این سطح وسیع. پس ما انگار بازم هنوز میخواییم یه همچین جریانی باشه. و واقعا نمیدونم، حالا خود شما احتمالا تحلیل ها رو دیدین و شنیدین، شما برداشتتون در مورد این تحلیل ها باز همینه دیگه، گفتم خدمتون سر قیصرم همین اتفاق افتاد. یعنی یه عده از روشنفکرا خلافش نوشتن، یک سری اتفاقا روشنفکرای خوب، حالا نمیخوام اینجا اسم ببرم بحثا پیش بیاد، نوشتن اینا ربطش دادن به یعنی اراده گرایانه، جنگ های چریکی اراده گرایانه، و تعریف کردن از فیلم که اتفاقا بار دوم چون یه بار اکران شد خیلی نگرفت، بار دوم دیگه خیلی گرفت دیگه، و بعد اصلا این ژانر فیلم فارسی از دل یکی از چیزاش همین از دل قیصر بود، با اینکه قیصر از نظر سینمایی فیلم بسیار خوبی بود، یعنی از نظر دیالوگ، از نظر صحنه‌ها، کارگردانی، روند داستان، اوج و فرود داستان، همه اینا خیلی عالی بود، ولی خب از نظر مضمونی همینجوری که شما اشاره کردید نشون دهنده این بود که مردم دیکتاتور میخوان. باز اینجا میشه اشاره کرد که شما تو فیلم اریک هم حتما دیدین که اون آقا میگه که خیلی ممنون، عجب فیلم خوبی معرفی کردید، من ندیده بودمش و خیلی خیلی عالی بود. اون یه روند باورپذیر بود دیگه، یا بچه‌ای که عبیوز بوده بود، پدر مادرش ابیوزر بودن، ولی به هر حال روند طبیعی بود. حالا یه قسمتی از اون فیلم میگه که ما هممون یه مانستر درونمون داریم. ما هممون یه افعی تهران در درونمون داریم که این طبیعیه، این روی نظریه شدوها ما میتونیم یه مانستر باشیم، ما هممون میتونیم افعی تهران باشیم اگر آگاهی نداشته باشیم بهش و اگر ادمایرش بکنیم یه جایی میاد بیرون. اگر منظورم، حالا باز دوستان انتقاد میکنم میگن چرا انگلیسی صحبت میکنیم، بعد اگر هیولا، آره اون رو، اون هیولا یا اون افعی رو اگر ما نشناسیمش و نفهمیم که چقدر میتونه خطرناک باشه، خب هر زمان میتونه بیاد بیرون و بر ما غلبه پیدا بکنه، بر جامعه غلبه پیدا کنه. این افعی تهران سایه جامعه است، اون هیولا سایه جامعه است که وقتی که ما نمیشناسیمش که چقدر میتونه خطرناک باشه، جریانی که میتونه قضاوت بکنه، میتونه بکشه، میتونه پاسخگو نباشه، میتونه غیر مسئول باشه، هر جوری دلش میخواد رفتار بکنه. خب وقتی که ما میگیم این اوکیه، یعنی این رو میپذیریم که در سایه هست و هر زمانی ممکنه بیاد بیرون، برای هر کدوم از ماها ممکنه بیاد بیرون. ببینید خانم دکتر، مسئله اینه که حکومت‌های دیکتاتوری این ذهنیت ها ایجاد میکنن. وقتی مردم میبینن دادگستری که باید داد به گسترونه، همش فساد و رشوه و خیانت، و نیروی پلیس که باید حافظ باشه باز همینجور شلیک میکنه تو چشم بچه‌های مردم، سپاهی که باید مثلا حافظ منافع چیز باشه، ملی باشه، اینجوری میشه. خب این باعث میشه که انتخابات که اینجوری میشه، این باعث میشه که مردم
بار بیان. شما ببینید در اینجا در مثلا کانادا که یک دموکراسی وجود داره، مرد از بچگی اینا پرورش پیدا میکنن برای دموکراسی. وقتی که آموزش در مردم بلوغ یعنی اجتماعی وجود نداشته، بلوغ اجتماعی که بلوغ اجتماعی یعنی افراد مسئولیت پذیر باشن، همه مسئولیت پذیر باشن، همه برای انتخاباشون مسئولیت بپذیرن، همه وظیفه قبول کنن، زحمت بکشن، آگاه بشن. ما تا به یک سطح از شعور و آگاهی و مسئولیت پذیری نرسیم، واقعا شایستگی جامعه دموکراتیک رو نخواهیم داشت، برای اینکه هر کسی در یک جامعه دموکراتیک مسئوله و باید زحمت بکشه، باید بها بپردازه. بها منظورم نه اینکه زجر بکشه، ولی مسئولیت آگاهی رو باید بپذیره و مسئولیت اصلاح خودش رو. من اگر اجازه بدین، چون حالا ممکنه باز شما فضاتون کم باشه از لحاظ، ما یه چند تا نکته هم در مورد درمانگر بگم. ببینین رابطه درمانگر و مراجعه واقعا یه رابطه، هم از اول هم گفتیم رابطه صمیمی و رابطه نادرستیه. اون رابطه اموشنال و اون انتقال متقابل یا هر چیزی، اون بخشش رو گفتیم. یه نکته مهم اینه که درمانگر و مراجعه هر دو به هم خیلی دروغ میگن. امکان نداره که صداقت در جلسه درمانی وجود نداشته باشه ولی مراجعه درمان بشه. هر دو دارن برای هم فیلم بازی میکنن. آرمان دروغ میگه، چنان که در آخرش ایشون هم گفت دروغ میگه، خیلی دروغ میگفت، در مورد همه چیز دروغ میگفت. و ایشون عاشق یک فرد دروغگو شده بود، عاشق ماسک این آقا شده بود، دو تا ایشون ماسک داشتن. خانم درمانگر دروغ میگفت به خاطر اینکه یواشکی، اصلا ما نداریم همچین چیزی که درمانگر پاشه یواشکی بره با عملیات ژانگولری بره پرونده رو بدزده و بیاره و بررسی بکنه، از این دو اصلا نداریم. اصلا این یک رابطه صادقانه نیست. و اینکه مدت هاست فهمیده که این قاتل، مدت هاست میدونه اگر نمیره پرونده رو در بیاره، یه چیزی رو بالاخره میدونسته و این رو از مراجعش پنهان میکرده، ما این مدل رابطه رو اصلا نداریم. این گیم بازی کردن و فریبکاری رو اصلا در رابطه درمانی نداریم. این یکی از مهمترین چیزایی بود که من واقعا متوجه شدم. و بعدم اینی که خب دوتایی بشنن با همدیگه حقیقتی به این بزرگی رو پنهان میکنن. ببینید ما به عنوان درمانگر قسم خوردیم خب در مقابل سلامت جامعه. ما اگر مراجعین رو هم به عنوان فرد میبینیم، در نهایت تعهد ما سلامت جامعه است. من نمیتونم به خاطر رابطه ایموشنالی که با یک مراجع دارم یا به خاطر قضاوت شخصی خودم یک چنین خطری رو در جامعه نادیده بگیرم یا اجازه بدم ادامه داشته باشه. ببینین این آقای آرمان با این سطح از قضاوت، با این رفتارش، از کجا معلوم که فردا مادر بچه رو دوباره نخواد فکر کنه که این یه آدم ابیوزریه یا یه آدم آزارگریه و اینو نکشه؟ از کجا معلوم فردا خود درمانگر رو نکشه؟ از کجا معلوم همسایه‌ش؟ یعنی ببینید این یک افعی بالقوه در جامعه رهاست. و این خانوم، ما قبل از اینی که مراجعه بیاد از مراجعه رضایت نامه میگیریم، میگیم همه چیز کانفیدنشیاله مگر چندین مورد که یکیش آزار و اذیت بچه هاست، آزار و اذیت حیوانات و افراد ناتوان بزرگسال، منظورم افراد مسن، و یکی خطرناک بودن فرد، یعنی رفتارهای فرد برای جامعه یا برای خودش خطرناک باشه. به هیچ عنوان ما اینجا اجازه نداریم که این رو محرمانه نگه داریم. و در چنین مواردی این خانم مقصر شناخته میشه. یعنی ایشون اگر قرار باشه محاکمه کنن، در قتل پدر مرضیه مشاور قتل به حساب، یعنی مشارکت کرده در قتل. چه بسا اگر زودتر تشخیص میداد و ایشون رو بهش میگفت که من تشخیص دادم و من این رو اطلاع، یعنی یواشکی همو نداریم. ما به مراجعه میگیم آقا من متوجه شدم که شما وجود خطرناکی و من وظیفه دارم که ریپورت میکنم. شاید اون قتل آخر اتفاق نمیفته. میدونی چی میگم؟ و الانم که رهاست. خب حالا من یه سوالی از شما دارم. این سوال رو باز کنید. این تنها مدرکی که گیر آورده بود، مثلا این قاتله که پرونده رو سوزوندن و اینا رو سوزوندن که از بین بره، این بود که داروی مادر ایشون یکی از داروهایی بوده که ترکیب شده با داروهای دیگه و باعث قتل چیزا میشد، کسایی که به قتل رسیدن، عفیه تهران پشتشون.
خب این چه مدرکه؟ اولا دو تا چیز نشون میده. یکی اینو نشون میده که این میدونسته مادرش کیه، کجاست، چه دارویی مصرف میکنه. در حالی که ما یه جای دیگه دیده بودیم وقتی که رمز گوشی پدرش رو پیدا کرد تازه فهمید مادرش کجای اینا. خب اینا که تضاد داره با هم دیگه. این نمیتونه، اولا اون مدرک نیست، چون هزاران نفر دیگه اون دارو رو مصرف میکنن. هیچ داروی چیزی نیست که فقط یه نفر توی ایران مصرف کنه. به این خاطر اصلا خود اون مدرک دوم نشون میده که خب پس چی؟ یعنی این تمام مدت روانشناس اولا در مقامی نبودن که تشخیص دارویی بدن. ایشون که روانپزشک نبودن که. ما از اول گفتیم تایتل ایشون اشتباه بود. یه روانشناس متخصص اعصاب و روان نیست و اجازه نداره در مورد فارماکولوژی اصلا نظر بده. و اشتباه هم مثل اینکه من دیدم داروسازا میگفتن یه دو تا موردش هم مثلا اشتباه بوده از چیزایی که گفته. ولی در هر حال یه روانشناس داروشناس یا روانپزشک نبود، ایشون روانپزشک نیست. و نکته دیگه حالا ورای اون که این باگ به قول معروف سینمایی بود، به نظر منم این تایما به هم نمیخورد. اصلا چون مردم، بحث من اینه که اصلا فکر کن آرمان اصلا عفیه تهران هم نبود فرض میگیریم، ولی مردم فرض کردن و استقبال کردن. میدونیم بله. البته از اول این حدس و گمان بود که خود این عفیه تهرانه، ولی یعنی میگفتم این استقبال از این فرض، اصلا واقعیتش هم بذاریم کنار که بود یا نبود، ولی استقبال از این فرض که بله ایشون پنهان باید میکرد، ایشون هم دلمون خنک شد، حقشون هم بود. این و اینی که یک فرد میتونه خودشو در مقامی قرار بده که از دیگران شخصا انتقام بگیره. یه چیز جالبی که هست اینه که یه واژه‌ای هست اینجا به نام چایلد الینیشن. چایلد الینیشن زمانیه که دو زن و شوهر از هم جدا میشن. وقتی که از هم جدا میشن یکی از این دو طرف شروع میکنه از طرف مقابل مانستر هیولا درست کردن، تمام واقعیت ها رو وارونه میکنه و اون طرف مقابل رو میکنه یک هیولای وحشتناکی که انگار همه بدبختی های این بچه زیر سر اونه. خب در یه چنین مواردی یه چنین بچه‌ای پس باید بره اون طرفی که الینیت شده رو بکشه. از اون ور الینیت شده دیگه، ما واژه فارسی نداریم براش، باز برای کسایی که میگن چرا انگلیسی، ما اصلا چایلد الینیشن نداریم به فارسی. و از یه طرف از این همه صدمه باید بخوره، از یه طرف هم بچه باید بیاد بعدا ازش انتقام بگیره بکشتش. خب اصلا این فرضیه که قراره که یه کسی که ابیوز در واقع آزار داده باید به یک چنین مجازاتی برسه، اصلا بدون اینکه بررسی بشه، بدون اینکه حق دفاع از خودش داشته باشه، بدون اینکه باز بشه، بدون اینکه اون مادر حتی حرف بزنه. حتی اون مادر شاید واقعا ما نمیدونیم، ما اصلا داستان رو از زبان مادر نشنیدیم که چرا این تصمیم رو گرفت، چرا گذاشت و رفت. اینا همه ابهاماتی بود که به نظر من بایستی که حداقل تو این فیلم شاید جواب داده میشد. ولی در نهایت ریاکشن مردم به نتیجه این فیلم برای من بیشتر از همه مهم. ببینید خود سازندگان هم خب یه چنین تفکری دارن، فقط این نیست که ریاکشن مردم، خب خودشون هم چنین تفکری دارن که یه چنین چیزی رو میسازن. یعنی اگر که چنین تفکری نداشتن که نمیمادن بسازن، خودشون هم این تفکر رو دارن. یعنی یک ببین مردم در واقع به اون رهبرانشون برمیگردن، یعنی اینی که خودشون دیکتاتور نیستن، ولی رهبرانی که دیکتاتوری رو تزریق میکنن تو جامعه باعث میشن که این چرخه رو حفظ بکنن، چرخه ادامه پیدا کنه. در حالی که اگر که روشنفکران، رهبران، افراد صاحب نفوذ مثل هنرمندان اینها بیان یک فرهنگ دموکراتیک رو ترویج بدن تو جامعه، خیلی کمک بزرگی است برای اینی که مردم به بلوغ برسن. ما که از یه بچه نابالغ انتظار نمیتونیم داشته باشیم که بلوغ به خرج بده، از اون پدر مادر بالغ انتظار داریم که کودکش رو درک کنه که این نابالغه، اگه قرار شیرینی نکنه که دندوناش خراب بشه و اینا، باید به شیوه دیگری اینو چیز کنه، یا یه شیرینی های
غیر مضر مثلا پیدا کنه بهش بده، یه چیزی بهش بده که این همون ارضا بشه. همین به این خاطر خب بفهمید. مرسی، من دیگه خیلی صحبتی ندارم، فقط میگه میخوام بگم که راه شورتکات یا میانبری برای رسیدن به عدالت، آزادی، اجرای عدالت وجود نداره. اگر منتظر بودی از آسمون بیاد تا زانوی اسبش رو خون بگیره بعد عدالت رو اجرا بکنه، چیزی که هزاران سال هزار خورده ای سال مردم القا کردن، بشینین یه گوشه بالاخره یک عدالت گستری میاد. اون عدالت گستر چهره هایی که از توش میاد بیرون، احمدی نژاد و ایکس و ایگرگ و حکومتی که هست، خب اینا همونان دیگه. و اون چیزی که ما فکر میکنیم اتفاق نمیفته. باید خودمون تک تک فرد به فرد رشد بکنیم، مطالعه کنیم. ببین الان جالب آقای عزیزی، من نگاه میکنم دیگه، مثلا ببینم یه پست در مورد آگاهی، حتی تحلیل سیاسی یا تحلیل اجتماعی یا تحلیل روانشناسی اگر یه نفر بذاره این پست مثلا 20 تا 30 تا 10 تا نمیدونم چقدر بیننده میگیره، ولی یه پست خیلی سطحی هیجانی بی محتوا یهو می‌بینین هزاران لایک میگیره و دست به دست میشه. خب چرا؟ مردم دوست دارن چیزا خیلی سطحی، راحت در دسترس باشه، سریع به نتیجه برسه و زحمتی هم براش خیلی انجام نشه. خب ما بله دیگه، جامعه به هر حال مشکلاتمون به این راحتی ممکنه که حل نشه. خیلی متشکر از حضور بسیار مفید و خوبتون. من اتفاقا خیلی خوشحالم هستیم که اینقدر انتقاد میکنیم ما. حالا شما اون دفعه گفتیم تو اون یکی برنامه‌تون گفتید خیلی هم خوششون نمیاد. نه ببینید، نه اتفاقا آدم باید همین چیزی که خودتونم میدونید بهتر از من میدونید، آدم باید نظرش راحت، صریح و روشن بگه. به فکر اینم نباشید که خوشش میاد خوشش نمیاد. بالاخره امروز خوششون نیاد، فردا میتونیم بگیم ببین ما بهتون گفتیم. اتفاقا در همون برنامه شما یادتون باشه من گفتم که شما نگران نباشید، اینا آخرش اینجوری درست میکنن که این بره سر با زنش و بچه‌ش و اینا به خوبی و خوشی زندگی کنن، چون معلوم بود جزی نمیتونستن اینجوری تمامش کنن. به این خاطر من خودم تو زندگی یه چیزی یاد گرفتم، آه حرفمو بزنم، حالا یه عده خوششون میاد یه عده خوششون نمیاد، یه عده امروز خوششون میاد فردا بعدشون میاد، یه عده امروز بعدشون میاد فردا خوششون میاد. اریک دیدین که این ترانسفورمیشن یا این تغییر و تحول در این پدر چقدر سخت اتفاق افتاد؟ دقت کردین چقدر مراحل سخت؟ حالا اتفاقا من میخواستم ازتون خواهش کنم که چقدر خوبه یه بار راجب، چون اریک من رفتم دیدم که با زیرنویس فارسی و اینا در دسترس جامعه ایرانی هم هست، به این خاطر خیلی هم ممکنه دیده باشنش، یا اگر که ندیدن برن ببینن تا بعد یه برنامه راجع به اون بذاریم، چون اون واقعا حالا من یه چیزایی از نظر ساختاری یک اشکالات مثلا چیزی داره، ولی از نظر روانشناسی و اینا خیلی فیلم درستی به نظرم اومد. حالا شما بهتر میدونین البته، ولی من در حد مطالعات خودم. پس یه قولم اینجا گرفتم از شما. راجب اریک صحبت کنیم. خواهش میکنم. به هر حال خیلی خوشحال شدم که شما رو باز هم مثل همیشه پر انرژی و سلامت میبینم. مرسی که دعوت کردین. ممنون از بینندگانی که بعد از این ما رو میبینن، انتقاد میکنن، نقد میذارن، ایراد میگیرن بهمون. That's good. خوبه، خیلی خوبه که نظراتتون رو بگین، حالا هر مدلی که دوست دارین. حالا من اون کارت شما رو میذارم باز مثل دفعه قبل که دوستانی که علاقمند هستن خدمت شما، یعنی بیان پیش شما و مسائلشون رو حل کنن، بدونن که چه باید بکنن. خواهش میکنم. شما نظر و لطفتونه مثل همیشه. به هر حال بازم ممنون. سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، به اتفاق خانم عدیم دکتر عدیب راد از همتون خداحافظی میکنیم.